پادشاه ایران در کنار شیر ایران. Shut the fuck up. مسخره نمی کنم. من عاشق پادشاهی هخامنشی هم. تصمیم گرفتم که برم توی توییتر. اصلا میدونین توییتر چیه؟ Shut the fuck up cutie boy. اون موقعی که تو نمیدونستی توییتر چیه، ما داشتیم از توش فیلم سوپر گیر میابردیم. میدونم هممون بیشتریامون میدونیم توییتر چیه. ببینید خیلی راحت بهتون میگم، بیشتر این جوک بوکایی که توی چنل ها و اینجور جا میبینین از توی توییتر پیدا میکنن. حالا من میخوام برم توی توییتر و حرفای باحال یا جوکا یا صحبتایی که توی توییتر توییت کردن رو با هم ببینیم. یکی توییت کرده به نام وازلی، یه دوست دختر چاق داشتم وسط اومد روم، گفت عزیزم چرا ضربان قلبت زیاد شده، چرا نفس میزنی، اولین باری که سکس میکنی؟ گفتم نه، ولی اولین باری که زیر آوار میمونم. بلن آدم های چاق خیلی مهربونن، اذیتشو نکنین زیاد. یه دوست دختر داشتم 45 سالش بود، تو سیکس چت بهش میگفتم حالا آروم دستا بکنم تو سوتیانه، میگفت پولامو بر نداری فقط. یه اون دیگه دوست دختر حساب نمیشد که، اون شوگر مامی بوده. کاش خانواده ها بفهمن که نگه داشتن عکس لخت بچهشون تو آلبوم خانوادگی ممکنه باعث خجالت فرزنداشون بشه. مثلا الان زنم عکس لختم رو دیده میگه چرا از اون دوران نوزادی تا الان دیکت روشن کرده. یه بار بابا اومد نشست روبروم، پاکت سیگارش رو در آورد، گفت ببین من 30 سال سیگار میکشم، اگه بخوای بکشی بکش، من کاری باهات ندارم، ولی چیز خوبی نیست. سریع نخ روشن کردم، یه کام سنگین گرفتم و یه حلقه دادم بیرون. اولین تجربه سرشنم اونجا داشتم. دیگه آجی خیلی راحت بودی یا بابا، تا ام گفت دخترم بیار تو خونه، بکنم زنگ میزدی 7-8 دختر بیاوردی. برای اولین بار داشتم پروژه انجام میدادم، یهو بابای دختره اومد تو اتاق، خول شدم دست باباش رو گرفتم و برم رو دخ، گفتم آجی بیا بکو ببه چقدر حالیه. یه چیزه با حالی از خودشون در بیارن دعیسا. بعضی یه جوری با سرعت عوض میشه که انگار رمز دوم یک بار مصرف هم. توییت قشنگی بود. ایول خوشم اومد. مامانه یکی از اقوام بعد از ظهر بهش گفته بود برنج بشور برای شام، خودش هم خوابیده بود. بعد از یکی دو ساعت که بیدار میشه میبینه هنوز داره میشوره، برمیگرده به مامانش میگه هرچی میشوره کفاش ده بیره، پودر لباسشویی ریخته بود تو به. این دقیقا خود منه. منم خودم هیچ وقت نتونستم تا حالا آشپزی کنم، فقط املت بلد بودم درست کنم، خیلی املت خوشمزه‌ای درست میکنم. کلا هر چیزی که با تخم مرغ سر و کار داشته باشه، املت، نیمرو، اینا رو بیشتر من میتونم انجام بدم. یکی دیگه هم توییت کرده که تو ایران اینطوریه که تو عروسی ها زن و مرد فامیل بدون حجاب با هم میرقصن، ولی آخر موقع خداحافظی با هم دست میدن که گناه نکنن. قشنگ میشینن کمونه شده میلرزونن، تو عروسی میرقصن، اشغاله شده میکنن، لب بگیرن، ولی آخرش وقتی روسری میپوشن دیگه زورشون میاد که دست بدن. من هیچ وقت نفهمیدم چطور خیلی از آدم ها صبح دوش میگیرن بعد میرن سر کار و زندگیشون، من 10 دقیقه دوش میگیرم بعدش باید 4 ساعت بخوابم تا به تنظیمات کارخونه برگردم، انگار تریلی از روم رد شده. منم همینطور، منم وقتی اصلا کلا یه آب میزنم به صورتم باید برم یه ساعت دوباره استراحت کنم، چون واقعا کار خیلی سختی انجام دادم. یکی دیگه هم توییت زده که چرا نایک در ایران دمپایی تولید میکنه. واقعا واسه منم سواله، چرا نایک باید شورت مامان دوست تولید کنه؟ چرا؟ یا یه جای دیگه هم دیده بودم نایک لیف تولید کرده بود. دلار با این قیمت دیگه تومن نیست، تو هممونه، قشنگ تا ته تومونه. یارو کلیهش فروخته گذاشته تو بورس، ارزشش شده دنبلان.
نکته مهم، اگه انگلیسی بلد باشی زودتر میرسی بیرجند. بیرجند 195 کیلومتر، بیرجند 159. چرا اینطوری شده؟ خب طبیعیه. طبیعیه. خارجی ها طبیعیه. خیلی طبیعیه. خیلی خارجی ها خب خیلی طبیعیه. خب طبیعیه. به بابام میگم چرا من تک فرزندم؟ میگه چون همیشه بیداری. یکی بخواب بذار بابات کارشو راحت در انجام بده دیگه. سوتیان خریدم 400,000 تومن. یکی واسهش کامنت گذاشته که 200 تومن بده خودم برات نگهشون دارم. دوره یکی دیگه اون پایین نشه گم میخوره با پنجه نگه میدارم واسه. بله. یکی دیگه نشه من مجانی این کار میکنم. یکی دیگه با پایین نشه من اصلا 50 تومن میدم. توی این 10 سالی که فقط یه سیم کارت ایرانسل داشتم واقعا از خدماتش راضی بودم و حداقل من رو مجاب کرد که سراغ اپراتور دیگه نرم. ولی جدیدا مشکلی برای من پیش اومده که با اینترنت ایرانسل نمیتونم وارد بعضی از سایت ها بشم. حقیقتا این مشکل خیلی داره منو اذیت میکنه. اگه پیگیری کنم خیلی عادی میشه. ایرانسل واسهش کامنت گذاشته توی توییتر که سلام امیرعلی عزیز، خوشحال میشم در این رابطه کمکتون کنم. برای بررسی بیشتر لطفا شماره سیم کارتی که از طریق اون به متصل هستید رو به همراه متصل هستید رو به همراه آدرس سایت مربوطه برامون دارید. دانکی اومده کامنت گذاشته ممنون از پاسخگویی تو، مثلا این سایت که خیلی پرطرفدار ولی چرا من با اینترنت شما وارد میشم با این صفحه مواجه میشم. رفته توی آمرو. آخه ایرانسل چه دشمنی تو داری با ماها؟ از طرف لذتش ببره دیگه. معما تست هوش 15 میلیون پول داری تا PS5 بخری. دوستت بهت پیام میده میگه 10 تومن لازم دارم. دوست دخترت هم 5 تومن میخواد. چقدر واسهت باقی میمونه؟ یکی کامنت گذاشته که یه PS4 و دو تا پیام خونده نشده. لعنتی چقدر کشیدم خیلی بالا. سلام داداش منم همینطور. شت این که خودم. یکی دیگه هم توییت زده که کراشم رو من کراش داره. کراشم رو من کراش داره. من چشمشو رو تخمم تتو میکنم تا وقتی رو دستم راه میرم دماغش 19 سانت به نظر بیاد. نمیشه که آقا من یه میشه. من یه میشه. خیلی سخته. من نمیتونم. جای مناسبی واسه تتو نیست. یه جای از زندگی هست که حالت با جق زدن هم خوب نمیشه. همونجا این دیگه خیلی دیگه مشکل داشته. نگرانش شدم. 90% اینایی که BDSM میکنن دو تا شلاق بخوره پشت کمرشون به 4 تا سرقت اعتراف میکنن. یه بارم تو سینما وسط فیلم دستم بردم لای پاش، بعد یه دفعه یادم اومد من که تنها اومدم سینما. واسه اینکه یارو صداش در نیاد تا آخر فیلم دکشو مالیدم. لازم شد یه بار با هم بریم سینما. حمید بیا با هم بریم سینما. یه بار با دوست دختر ارمنیم رفتم کلیسا، موقع خداحافظی به پدر گفتم یا علی، گفت مسیح یارت. قشنگ جنگ صلیبی. خیلی خوب بودش این توییت. اصلا طرف مسیحیه بهش بگه یا علی ما رفتیم داشت خداحافظ. از اونم بگیم مسیحی. بسیار خوب، توییت های ایرانی ها رو توی توییتر چند تا شدیدیم. کلن یه چیز خاص و باحالیه توییتر. اونایی که باش آشنان میدونن قضیهش چیه چجوریه. بیشتر جوک و صحبت روزمره و کارهایی که توی روزمره انجام دارین میتونین توییت کنین. خیلی از جوک ها رو هم از توی همین توییتر بیشتر پیدا میکنن. رفقا توییتر منم کیودیپای ایرانه.
حتما حتما دنبالم کنید. یه سری از صحبت روزمره یا چیزای ناز سرشر توی توییترم توییت میکنم. اگه بازم پارت بعدی رو میخواید لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه. عاشقتونم، میدونید که خیلی دوستتون دارم. تا ویدیوهای بعدی فعلا پیس.